دانشگاه بین‌المللی علوم پزشکی سبطین با همکاری آستان مقدس حسینی علیه السلام در شهر مقدس کربلا راه اندازی و افتتاح شد. مراسم افتتاح این دانشگاه با حضور دهها تن از مسئولان سیاسی، علمی، اجتماعی و محلی از شهر مقدس کربلا و دیگر شهرهای عراق برگزار گردید. نماینده وزارت آموزش عالی عراق و استاندار کربلا معلی دو مهمان اصلی این مراسم که از سه روز گذشته چهارشنبه در مقر دانشگاه بین‌المللی سبطین برگزار شد بودند. در این مراسم استاد حسن رشید عبایچی دبیرکل آستان مقدس حسینی طی اظهاراتی گفت: ما در آستان مقدس حسینی بر اساس توصیه‌ها و راهنمودهای مرجعیت دینی عمل می‌کنیم که همواره فرمودند باید در مسیر خدمت رسانی هرچه بیشتر به زائران گام بردارید و برای خدمت به همه شهروندان تلاش کنید. وی در ادامه افزود: طبق بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم بسیاری از دانش آموزان عراقی علاقه به تحصیل در رشته‌های پزشکی دارند، اما به دلیل کمبود ظرفیت در این زمینه رقابت شدیدی میان آنها برای دست یافتن به این هدف وجود دارد و لذا در نهایت بسیاری از آنها به هدف خود نمی‌رسد. بر همین اساس به فکر تأسیس یک دانشگاه علوم پزشکی افتادیم تا فضای مورد نیاز را برای دستیابی این دانش آموزان به اهدافشان را مهیا کنیم تا آنان هم با تحصیل و تبدیل شدن به پزشک بتوانند به بشریت خدمت کنند. از سوی دیگر مهندس حسن رضا مهدی رئیس اداره فنی، مهندسی و عمرانی آستان مقدس حسینی نیز طی اظهاراتی گفت: دانشگاه سبطین اولین دانشگاه بین‌المللی عراق به شمار می رود و در مساحت 70,000 متر مربع ساخته شده و دارای ساختمان‌های متعددی که هر کدام یک کاربری دارد می باشد. وی افزود: در این دانشگاه سه دانشکده وجود دارد: دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی و نیز دانشکده علوم پیشرفته.